بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما نگاه به اسلام است از دیدگاه کتاب‌های آسمانی، چه قرآن، چه تورات، چه زبور، چه انجیل. عرض کردیم قرآن کریم آمده بود و آمده است به صراحت حمایت کند از موسی. اما اگر یهود از قرآن حمایت نکند، حمایت از موسی را حمایت نکرده. قرآن عرض کردیم آمده بود از مسیح دفاع کنه. وقتی که مسیحیون قبول ندارن قرآن را، پس حمایت از مسیحیون را قبول ندارن. خب بحث ما این نیست، فقط نمونه گفتیم. میخواهیم از اینجا راه باز کنیم برای حرفی که داریم. در قرآن کریم فرموده من در فضای خاصی هستم، مثل کتابهای آسمانی نیستم، کتابهای آسمانی سابق نیستم. هم گذشته را باید گزارش بدهم، موسی چه گفته، عیسی چه گفته، هم از آینده خبر بدهم. از آینده خبر دادن هیچ جا در کره زمین برای احدی چی اتفاق نیفتاده. پیشگویی ها، پیشبینی ها 2%، 5%، 20% صادق بوده. قرآن گفته یک بار من خطا نمی کنم. از آلمان شخصی آمده بود در قم، محضر یکی از علما که فوت کرده، در درس خارج میگفت، گفت آقا من آمدم اسلام را مطالعه کنم، مسلمان بشم. اون عالم بزرگ گفت که نمیخواد شما الان مسلمان بشید، قرآن را ببرید مطالعه کنید، اگر در یک مسئله با علم با عقل جور در نیامد شما ایمان نیاورید. و ایشون بعد از 6 ماه یک اشکال پیدا کرده بود به قرآن در سوره اعراف، که اونجا میگه مسئله عمل لوات بین قوم لوط قبل از این قوم لوط نبوده، در حالی که ما میدانیم قبل از قوم لوط بوده. اون مرجع تقلید نامه نوشته، اینجا احد به معنای انسانه، میگه این عمل لوات بین ملت ها به این شدت گسترش پیدا نکرده بود. عرضم اینه، قرآن کریم فرموده من حامل پیام هایی هستم، اثری از اونها در تورات انجیل نیست. چطور؟ درست است در کتاب های آسمانی عهد عتیق، عهد جدید 3 جا آمده یا 2 جا آمده که من این را ثبت کردم، چاپ کردم، که یعجوج معجوج خواهد آمد. قرآن گفته یعجوج معجوج آمده اند، ذوالقرنین در مقابل اونها سد زد و این یعجوج معجوج آخر الزمان هم خواهد آمد. خب بفرمایید آقای یهودی محترم، آقای مسیحی محترم، بفرمایید یعجوج و معجوج در کتاب های شما که ثبت شده، ما هم چاپ کردیم، کتاب مال شماست، تورات انجیله، این یعجوج و معجوج اخیرا ترجمه کردید یعجوج و معجوج و قرآن هم گفته کیه؟ اسلام گفته من بلدم تفسیر کنم. تروریسم بین المللی در زمان حضرت ذوالقرنین پدر ملت ها را در می آورد، آتش می زد خانه ها را، به قول امروزی ها منفجر می کرد انسان ها را، حالا با ابزار قدیمی. ذوالقرنین آمد در مقابل یعجوج و معجوج سد زد. خب بفرمایید مدافعین محترم تورات و انجیل، این یعجوج معجوج در کتاب های شما چیه؟ هممون دید، احدی اظهار نظر نکردید. اما اهل بیت فرمودن خود قرآن تفسیر کرده. حکومت عدل جهانی که ما میگیم امام زمان در آینده خواهد داشت، این قبلا بوده، امر تجربه شده است. خیال نکنید فقط یه چیز آرمانیه. قرآن جریان حکومت عدل جهانی ذوالقرنین را بیان کرده، به کل دانشگاه های عالم بگه این امر آرمانی بدون تجربه نیست، اتفاق افتاده. حکومت جهانی مال آقای ذوالقرنین بوده و اولین برخوردش با تروریسم بین المللی بوده. و امام زمان هم در سوره مبارکه انبیاست، وقتی که خاص بیاد دنیا گرفتار یعجوج معجوجه. یعجوج معجوج
تروریسم بین المللی است از صد عبور می کند. صد همون حد صد و مرز کشورهاست. یک کلمه در تورات در این زمینه مطلب نیامده ما را قادر بکنه به تحلیل اوضاع جهانی. قرآن هشدار داده بزرگترین خطر در آخر الزمان یأجوج مأجوجه. خب یأجوج مأجوج را قرآن در سوره مبارکه کهف در زمان حضرت ذوالقرنین تفسیر کرده تروریسم بین المللی، و اکنون بشر گرفتار تروریسم بین المللی است. از همه مرزها رد میشه، هیچ کشوری نمیتونه کنترل کنه. پس بنابراین قرآن کریم به انسانها توان تحلیل میده اولا، و هر خدمتی کرده نسبت میده به کل انبیا، برخلاف آقایان یهودی و مسیحی که اظهار میفرمایند همیشه نجات برتر ما هستیم، بهترین کتاب مال ماست. قرآن گفته توراتت مال منه، من تایید کردم، دینت را من تایید کردم، موسایت را تایید کردم، آنچه که از شما در من هست صادقه، درسته. اما چون قرآن را قبول نکردید، هیچ کس تا کنون این همه تفسیر نوشتن برای تورات، این همه تفسیر نوشتن برای انجیل، احد یعجوج معجوج را ولو یک سطر قادر نبوده تفسیر کنه. اهل بیت فرمودن یعجوج معجوج قومهاییست خشن برای کشتن انسانها، نابود کردن انسانها، منفجر کردن انسانها، از هیچ چیزی عبا نمی کنه. و اکنون هم ما گرفتار داعش هستیم، یکی از مصادیق یعجوج معجوج و تروریسم بین المللی است. پس بنابراین با خواندن قرآن و قبول قرآن است که تورات سالم میماند، با قبول انجیل است که اونها صادق میمانند. بنابراین دعوت میکنم از همه انسانهای متدین، اعم از آقایان یهودیان، خانمهای یهودی، آقایان مسیحیان، خانمهای مسیحی، عنایت بفرمایند. همانطور که انجیل را میخوانند، تورات را میخوانند، قرآن را هم بیطرفانه بخوانند، ببینند که هیچ کتابی در کره زمین نیست از حضرت موسی 136 بار نام ببره، ده ها بار از حضرت عیسی به نام عیسی، عیسی ابن مریم، المسیح و انبیای دیگر. بنابراین قبول اسلام قبول همه ادیانه. با قبول اسلام قبول عبادت کردیم، با قبول اسلام قبول عدالت کردیم، و دشمن تروریسم خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.